سرخط خبرها حراس سهیونیست ها از جدید بایدن حمله حزب به یک مرکز حساس و کلیدی ارتش اسرائیل و جدیدترین موزگیری عربستان درباره تحولات قدس اشغالی به نام خدا سلام به این سه خبری از پیک خوش آمدید پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تعلیق کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی در صورت حمله زمینی گسترده به رفع در جنوب نوار غزه نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم امروز پنجشنبه در پیامهای جداگانه این تهدید کاخ سفید را بی تاثیر در روند جنگ دانستند به نقل از خبرگزاری سما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی کوتاه در این زمینه گفت که اسرائیل اگر شود که به تنهایی بایستد و ادامه دهد این کار را انجام خواهد داد در همین راستا یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در پیامی خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که نمیتوانید اسرائیل را به و در بیاورید و ما به اهدافمان در شمال و جنوب دست خواهیم یافت این اظهارات پس از آن بیان شد که جو بایدن چهارشنبه شب در سخنانی مدعی شد در صورتی که بنیامین نتنیاهو دستور یک حمله گسترده به رفه در نوار غزه صادر کند انتقال تسلیحات آمریکایی به این رژیم را متوقف خواهد کرد بایدن در مصاحبه با شبکه سی این این با اشاره به اینکه واشنگتن بمب‌های 2000 پوندی در اختیار اسرائیل قرار داده اعتراف کرد که شهروندان غزه بر اثر این بمب‌ها کشته شدند بیافسود به صراحت اعلام کردم اگر آنها یعنی اسرائیل وارد رفع شوند تسلیحاتی را که به طور تاریخی در رابطه با رفح و سایر شهرها استفاده می شود تامین هم. کابینه جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه تهاجم زمینی به شهر رفع واقع در جنوب نوار غزه را تایید کرد که بخش فلسطینی گذرگاه رفع در مرز جنوب نوار غزه با مصر را به اشغال خود درآورده است به گزارش ایرنا پس از گذشت 216 روز از تجاوز بدون نتیجه و دستاورد رژیم صهیونیستی به نوار غزه این رژیم روز به روز بیشتر در بحرانهای داخلی فرو میرود رژیم اشغالگر طی این مدت دستاوردی غیر از قتل عام ویرانی جنایت های جنگی نقض قوانین بین المللی بمباران نهادهای امدادرسان و قحطی و گرسنگی در این منطقه است رژیم صهیونیستی این جنگ را بدون در نظر گرفتن هر دستاوردی در آینده باخته و حتی پس از 216 روز نتوانسته گروه های مقاومت را در یک منطقه کوچک سالها در محاصره بوده به تسلیم وادارد و حتی همراهی افکار عمومی جهانی را به خاطر ارتکاب جنایت های آشکار در مناطق مختلف غزه و همچنین حمله به گذرگاه رفع از دست داده است حزب الله لبنان دقایقی قبل یک مرکز دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد به نقل از المنار منابع لبنانی از تداوم حملات حزب الله به مواضع نظامیان صهیونیست خبر دادند مرکز نظامی از سماقه رژیم صهیونیستی در بلندی های کفرشوبای اشغالی از جنوب لبنان هدف حمله موشکی قرار گرفته. همچنین منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر در شمال فلسطین اشغالی خبر داده و اعلام کردند که آژیر خطر در در الجلیل غربی به صدا درآمده است رسانه‌های های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که قبل از شنیده شدن صدای آژیر خطر در توعه در الجلیل غربی صدای انفجار مهیبی نیز در منطقه شنیده شده است حزب الله لبنان اعلام کرد که مرکز فرماندهی تازه احداث شده دشمن صهیونیست را در شرک توعه به شکل مستقیم هدف قرار داده است از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان از شهادت یکی دیگر از رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان به نام حسین احمد همدان ملقب به هادی متولد منطقه برجل برجنه زاهیه جنوبی بیروت در راه قدس خبر داد در همین حال مبارزان مقاومت فلسطین به حملات خود به موازه نظامیان صهیونیستی ادامه دادند و نقل از الجزیره گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مرکز فرماندهی و کنترل نظامیان رژیم صهیونیستی را در محور نتساریم در جنوب شهر غزه هدف حمله خونپارهای قرار داده است نیروهای شهید عمر القسام تاکید کرد که نیروهای اشغالگر را در نزدیکی منطقه المتار در شرق رفح موشک های 107 هدف قرار دادند. های قسام نیز اعلام کردند که یک دستگاه بولدوزر نظامی رژیم صهیونیستی از نوع دینو را در جنوب شرق محله الصبر در شهر غزه با راکت تاندوم هدف قرار دادند. وزارت خارجه عربستان به حمله صهیونیست‌ها به مقر روا در قدس اشغالی واکنش نشان داد. به نقل از صدی البلد ریاض به موزگیری درباره اقدامات سحیونیست ها علیه مر وابسته به آن رو پرداخت وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد که حمله شهرک نشینان به مقر آن را که در مقابل دیدگان پلیس اسرائیل انجام شد محکوم می کند. وزارت خارجه عربستان تاکید کرد که این کشور اشغالگران را مسئول تکرار جنایاتی می داند که علیه غیرنظامیان بیگناه و کارکنان سازمانهای های بشر دوستانه و امدادرسانی انجام می شود. در بیانیه وزارت خارجه عربستان از جامعه جهانی خواسته شده که اقدام فوری برای توقف اقدامات نقص کننده تلاویو به عمل آورد و اشغالگران را به خاطر جنایات مداوم بازخواست کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این نهاد نگران رزمایش هسته روسیه است و آن را رسد می کند. گروسی چهارشنبه به سی ان گفت اگرچه آژانس مسئولیت مستقیمی در این باره ندارد اما ما عمیقا نگران هستیم. و افزود ما معتقدیم که این رزمایش به پیچیدگی اوضاع دامن میزند و بر این باوریم که تسلیحات هسته‌ای جایی در این مناقشه و هیچ مناقشه دیگری ندارد. گروسی اضافه کرد که ما بسیار مراقب هستیم زیرا وقتی این تحولاتی رخ میده حتما در ارتباط با نیروگاه برق هسته زبروژ یا افزایش پیدا میکند وقتی وضعیتی در ارتباط با این نیروگاه مطرح می شود ما مسئولیت هایی داریم وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که آمادگی برای برگزاری رزمایش های هسته را آغاز کرده و واحدهای مشکی و دریایی استفاده است از تسلیحات هسته‌ای غیر راهبردی را تمرین میکنند این وزارت خانه افزود که این رزمایش در واکنش به اظهارات تحریک و تهدیدهای مقاومت غربی برگزار میشود کیم جون اون رهبر کره شمالی در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آرمان مقدس روسیه حمایت کرد. به نقل از روسیه این نامه به مناسبت روز پیروزی و 79 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم نوشته شده و در آن آمده است که من از آرمان مقدس روسیه قاطعانه حمایت کرده و با آن ابراز همبستگی می کنم خبرگزاری مرکزی کاراگ شمالی گزارش داد که کیم در نامه ای به پوتین نوشت که امیدوارم شما و مردم و ارتش شجاع روسیه به پیروزی تازه در مقابل سیاست هژمونی که امپریالیست ها دست پیدا کنید اخیرا وزارت دفاع کره از انتقال مخفیانه موشک های دوربرد آمریکایی به اوکراین انتقاد و تاکید کرد که یالات متحده نمیتواند روسیه را شکست دهد به دنبال سفر ماه سپتامبر کیم جون اون رهبر کره شمالی به روسیه کشورهای غربی و متحدان و آنها نسبت به تقویت همکاری های نظامی موسکو و پیونگیانگ ابراز نگرانی کردند واشنگتن و کیف نیز ادعا کردند که روسیه در حمله به اوکراین از موشک کره شمالی استفاده کرده است کره جنوبی نیز مدعی شده که کره شمالی در ازای دریافت مواد غذایی و دیگر ملزومات از روسیه به مسکو مهمات و تسلیحات میدهد ممنونیم از اینکه تا پایان این, این بسته خبری با ما همراه بودید